یکی از خبرهای مهمی که این هفته گذشته داشتیم بیانیه جمعی از زنان زندانی زندان اوین در اعتراض به اختلال مدام تلفن زندانیان شده که آنها در بند زندان از مردم ایران کمک خواستند و گفتن که از زمان عقد قرارداد سازمان زندانها با شرکت آسیاتک برای تلفن زندانیان، یعنی نه تنها راه تماس زندانیان با بیرون از زندان قطع شده، بلکه هزینه تلفن‌ها زیاد شده و چند برابر. به خاطر همین اعتراض کردن و آزار و شکنجه زندانیان الان شروع شده به خاطر نزدیک شدن به انقلاب زن زندگی آزادی هستش. و خبر بعدی، جلوه جواهری فعال حقوق زنان از روز چهارشنبه هفته گذشته تا به امروز در بازداشت هستند. زهره سرو زندانی سیاسی در زندان اوین 31 مرداد به شعبه 2 دادگستری اوین فراخوانده شد. نیلوفر شاکری از بازداشت شدگان انقلاب زن زندگی آزادی 31 مرداد مجددا توسط مزدوران اطلاعات بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل گردیده. هادی رجبی زاده پس از سپری کردن 3.5 ماه بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات مشهد به زندان وکیل آباد انتقال یافته. و افزایش فشارهای نهادهای دولتی به روزنامه نگاران بیشتر شده در این ایام انقلاب زن زندگی آزادی. یکی از آنها جواد حیدریان خبرنگار حوزه محیط زیست در توییتی اظهار خود را به دادسرای جرایم اخلاقی تهران خبر داده. و یکی دیگه از خبرهای مهم این هفته سپیده قلیان هستش که بازم این دختر شجاع گل کاشتن و از جانب مردم ایران به صورت بازجو خبرنگار جمهوری اسلامی آمنه سادات ذبیح‌پور توف کردن و حتی بدون حجاب وارد دادگاه شدن. این خبرهای یعنی خلاصه از خبرهای هفته گذشته بود. جناب بدیعی، ممنونم که به من وقت دادید.